نگرانی ها و واکنش ها به گزارش روز گذشته ی آژانس رتبه گذاری مودی که در آن رتبه اسپانیا را به 3 درجه کاهش داد ادامه دارد. لوئیس دگیندوس وزیر اقتصاد اسپانیا با اذعان به اینکه کشورش در وضعیت تنش و بی‌ثباتی به سر می‌برد افزود انتخابات یونان هم باعث شده هفته سخت و پیچیده‌ای پیش رو داشته باشیم. دولت قطعا نسبت به این وضعیت آگاهی دارد، اما می‌خواهد حامی پیام آرامش در چنین شرایطی باشد، پیامی که می‌دانیم در آن حمایت تمام شرکای مالی ما در اتحادیه پولی را هم همراه خود دارد. این پیام اصلی ماست. اما گزارش آژانس رتبه گذاری مودی در میان شهروندان اسپانیایی نیز خالی از نگرانی نبوده است. یک شهروند ساکن مادرید در این باره میگوید: ما در حال سقوط هستیم. فکر نمی کنم که در حال حاضر راه حلی برای این وضعیت وجود داشته باشد. خوب است امیدوار باشیم مشکلات در آینده حل شوند، اما آنها بدون در نظر گرفتن ما هر کاری که بخواهند انجام می دهند. ما هیچ عددی نیستیم. غیر از این موضوع که کشور ما در وضعیت بدی قرار دارد، قدرت این آژانس های رتبه گذاری هم واقعا شرم‌آور است. همزمان جنبش موسوم به معترضان اسپانیا از مدیریت بانک بانکیا به خاطر اعمال تقلب در حساب های بانکی و جعل اطلاعات شکایت کرده است. این بانک از کمک استثنایی 23.5 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا بهره مند شده است.